هللویا 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 زنان سپاس خداوند وایسای مسی شاه جلال خالق آسمان و زمین را که باز هم فرصتی را فراهم کرد تا من و شما خوبان با هم صحبت کنیم. بنده داود نصارا همسایه شما خوبان هستم. از طریق تلویزیون تیوی خون سوری یا تیوی ویژن سویدن مهمان خانه های شما خوبان هستیم و شما خوش آمد میگیم به برنامه خوبی خودتون. عیسی تنها راه نجات، عیسی تنها راه نجات عزیزان. هللویا. اجازه بدین که این شعرم بکنیم که خداوند ما عیسی مسیح شاه جلال جلال پیدا کنه. آمین. عزیزان میخوایم امروز مزموری را برای شما بخونم که این مزمور بسیار مزموری معروف هست، مزمور 23. خدا در قلبم گذاشته که امیر بخونم برای شما، با هم بخونیم و لذت ببریم از وجود خداوندمون عیسی مسیح شاه جلال، از گرمای حضور خدا لذت ببریم. اینو میخونیم، دعا میکنیم، بعد میریم وارد موضوع خواهیم شد. میگه خداوند شبان من است، مزمور داوود. خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیزی نخواهم بود. در چراگاه های سرسبز مرا می خواباند، نزد آبهای آرام بخش رهبریم می کند. جان مرا تازه می سازد و به خاطر نام خیش، جان مرا تازه می سازد به خاطر نام خیش. براهای درست هدایتم می فرماید، حتی اگر از تاریک ترین وادی نیز بگذرم از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با منی. خدا با ماست، عصا و چوب دستی تو قوت قلبم می بخشد. سفره برای من در برابر دیدگان دشمنانم می گسترانی. سرم را بر روغن تدهین می کنی و پیالم را لبریز می سازی. همانا نیکویی و محبت تمام روزهای زندگیم در پی من خواهد بود و سالیان دراز در خانه خداوند ساکن خواهم بود. از آن چی بهتر از این که ما در خانه خداوند ساکن شویم؟ چی بهتر از این که ما در خانه خداوند ساکن بشیم و سر سفره خدا باشیم؟ امروز از آن روزی هست که خداوند عیسی مسیح شاه جلال شما رو دعوت کرده تا سفره ای را که خداوند عیسی مسیح پهن کرده سر این سفره بشینید. امروز اون روزی است که خداوند عیسی مسیح شما رو میخواد با روغن آسمانی مسح کنه و مسح تازه‌ای بر شما قرار بده. امروز اون روزی هست که خداوند عیسی مسیح میخواد شما را در چراگاه های سرسبز و نزد آبهای آرام بخش هدایت فرماید. امروز اون روزی هست از آن که شما به خداوند عیسی مسیح بله بگین و خداوند عیسی مسیح شاه جلال که شبان ما هست به خاطر نام خودش تمام این کارها را خواهد کرد. نه اینی که ما کاری، ما سزاوار این کارهایی که خدا برای ما کرد بودیم، نه اینی که ما لیاقت داریم، ما از آن لیاقت نداریم. تنها چیزی داره که ما سزاوارش هستیم غضب خداست، ولی چون که خدا شبان ما هست ما از بدی نخواهیم ترسید. خدا شبان ما هست چون که خدا شبان ما هست و این طبیعت خدا طبیعت شبانی هست. شبان به من چطوری؟ یعنی طبیعت شبانی چی هست؟ شبان از آن ای هست که از گله خودش نگهداری میکنه و گله خودش را در چراگاه‌های سرسبز میبره میخوابانه. بعد وقتی که مثلا تشنه میشه گله میاره در نزدی آب‌های آرام بخش، نزد چشمه آب زلال میاره. نمیبره گله خودش رو نزد یک سیلی که سیل بزنه همه اینها گله رو ببره نابود کنه، بلکه میبره نزد چشمه آب زلال و نزد آب آرام بخش میبره که و اینها بخورن، آب بنوشن و در این چراگاه خودش بچرن و از این آب بنوشن، سیرشن و از این حیات لذت دارن. این طبیعت یک شبان است و خدا شبان ما هست. خدا ما را آفریده و خدا تمام خلقت را آفریده و تمام خلقت را که آفریده این خلقت را دمی سیل نداده که بیبره در دمی سیل و مثلا طوفان بده که سیل و طوفان اینا را بزنه نابود کنه، بلکه خدا با قدرت کلامش، با قدرت کلام، با قدرت کلام نیرومندش تمام خلقت را نگهداری میکنه. پس خدا طبیعتش شبان هست، خدای ما شبان ما هست. پس بیایید خودمون را در دست این شبانه که هست، نام شبان نیکو، در دست این شبان نیکو بذاریم. امروز میاد که از آن در مورد همین
صفات نیکوی خداوند ما عیسی مسیح شاه جلال که خداوند ما شبان نیکو هست صحبت کنیم. از انجیل یوحنا باب 13 با هم میخوایم صحبت کنیم در مورد شستن پاهای شاگردان، که خداوند ما عیسی مسیح شاه جلال خالق آسمان و زمین میاد پاهای شاگردان را میشوید و پاهای شاگردان را زمانی میشوید که این شاگردان عزیزان بین خودشان داره بحث و گفتگو میکنه که کدوم اینها بزرگترین هست، کدوم این شاگردان بزرگ هست. ولی خداوند ما عیسی مسیح میاد پای اینها را میشوره، پای خاکی و پای پوری گل، پای مثلا چطوری بگیم چکچک، ما میگیم پای چکچک این شاگردان را میشوره که پای های اینها زخم زاره. خداوند ما عیسی مسیح میاد این با این دستان زیبا، با این دستانی را که خداوند ما عیسی مسیح شاه جلال داره و این دستان انسانش پای ما انسان ها را میشوره، پای کسانی را میشوره که داره اون بر صحبت میکنه که کی در پادشاهی بزرگتره. اینها شاگردان در مورد بزرگ و کوچک بودن صحبت میکنه، ولی خداوند ما عیسی مسیح میاد پای اینها را میشه. امروز میاد که در مورد همین عشق عظیم خدا صحبت کنیم، که امروز میگه عشق و عنوان برنامه ما هست عشق و فروتنی. عشق و فروتنی، فروتنی لازمه عشق هست، فروتنی عزیزان لازمه عشق هست و میاد که امروز ما در مورد فروتنی و عشق صحبت کنیم. پس با ما باشین، کلام خدا را باز کنید، از انجیل یوحنا باب 13 با هم بررسی میکنیم. خداوند ما عیسی مسیح شاه جلال با شما باشه. میریم یک سرودی میشنویم و بعد برمیگردیم وارد موضوع خواهیم شد. هللویا. We will listen to a worship song. شک و تشویشم، در ظلمت خونه دارم، بیزار از بود خیشم، وقتی نیستی تو قلبم، هر دم بیتاب و صبرم، خسته از خواب هر شب، پایان نداره دردم، با او جهانم زیباست، از او چشمانم بیناست، بر لب ذکر هللویاست، او عیساست، او عیساست، تو عیساس، تو عیساس، تو عیساس، تو عیساس، تو عیساس. اینک شدم من پسر، او هست خدای پدر، روحش همراه من شد، ندارم ترسی دگر، با او در آسمانم شد تازه روح و جانم، عشقش پناه من شد، از شیطان در امانم، با او جهانم زیباست، از او چشمانم بیناست، بر لب ذکر هللویاست، او عیساست، او عیساست، چشمانم بیناست، بر لب ذکر هللویاست، او عیساست، 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 او عیساست. Thank you.
هللویا. او عیساست، او عیساست، با او چشمانم بیناست، او عیساست، او خداوند ما، عیسی مسیح شاه جلال، خدای زیبا هست. از آن میاد که در مورد این خدای زیبا با هم صحبت کنیم. پس انجیل یوحنا باب 13 از آیه 1 تا آیه 17 را با هم میخوانیم. اینجا میخوانیم، بعد میاد در موردش صحبت خواهیم کرد. اینجا از آن خداوند ما عیسی مسیح شاه جلال این مثال را میده و صحبت میکنه. اینطوری عنوان میشه، میگه شستن پاهای شاگردان. پیش از عید پسخ عیسی آگاه از این که ساعت او رسیده است تا از این جهان نزد پدر برود، کسانی خود را که در این جهان دوست می داشت تا به حد کمال محبت کرد. هنگام شام بود، ابلیس پیشتر در دل یهودای اسخریوتی پسر شمعون نهاده بود که عیسی را تسلیم دشمن کند. عیسی که می دانست پدر همه چیز را به دست او سپرده است و از نزد خدا آمده و به نزد او می رود، از شام برخاست و ردا از تن به در آورد و حوله برگرفته به کمر بست. سپس آب در لگن ریخت و شروع کرد به شستن پاهای شاگردان و خشک کردن آنها با حوله ای که به کمر داشت. چون به شمعون پتروس رسید، او وی را گفت: سرور من، آیا تو می خواهی پای مرا بشوری؟ عیسی پاسخ داد: اکنون از درک آنچه می کنم ناتوانی، اما بعد خواهی فهمید. پتروس به او گفت: پاهای مرا هرگز نخواهی شست. عیسی پاسخ داد: تا تو را نشویم سهمی با من نخواهی داشت. پس شمعون پتروس گفت: سرور من، نه تنها پاهایم بلکه دست ها و سرم را نیز بشوی. عیسی پاسخ داد: آن که استحمام کرده سر و پا پاکیزه است و به شستن نیاز ندارد مگر پاهایش. باری شما پاکید، اما نه همه، زیرا می دانست چی کسی او را تسلیم دشمن خواهد کرد و از همین رو گفت: همه شما پاک نیستید. پس از اینکه عیسی پاهای ایشان را شست، ردا بر تن کرد و باز به سفره شام نشست. آنگاه از ایشان پرسید: آیا دریافتید آنچه برایتان کردم؟ شما مرا استاد و سرورتان میخوانید و درست هم میگویید، زیرا چنین هستم. پس اگر من که سرور و استاد شمایم پاهای شما را شستم، شما نیز باید پاهای یکدیگر را بشویید. من با این کار سرمشق به شما دادم تا شما نیز همان گونه رفتار کنید که من با شما کردم. آمین آمین به شما میگویم، نه غلام از ارباب خود بزرگتر است، نه فرستاده از فرستنده خود. اکنون که اینها را میدانید، خوشا به حالتان اگر بدانها عمل کنید. خداوند ما عیسی مسیح عزیزان، شاه جلال، خالق آسمان و زمین، اینجا پای شاگردانش را میشوره. وقتی که پای شاگردانش را میشه، به شاگردانش میگه: من سرمشق به شما گذاشتم. میگه: من با این کار سرمشق به شما دادم تا شما نیز همان گونه رفتار کنید که من با شما کردم. خداوند ما عیسی مسیح شاه جلال ما را دعوت میکنه که ما به او بنگریم. خداوند ما عیسی مسیح شاه جلال میخواهد که سرمشق ما باشه، چون خدا ما را به شباهت خودش آفریده و خدا از آن باید سرمشق ما باشه، نه هیچ نبی کذابی، نه هیچ امام گمشده تایی چاه سرمشق ما باشه، باید خودی خدا سرمشق ما باشه. و اینجا ما میبینیم که خداوند ما عیسی مسیح شاه جلال، خالق آسمان و زمین، میفرماید، میگه: من سرمشق به شما دادم، من که سرور و ارباب شما هستم، من که استاد شما هستم، پاهای شما را شستم، شما نیز چنین کنید. ما چرا عزیزان به سرمشق نیاز داریم؟ ما در آغاز برنامه گفتیم که عنوان برنامه امروز هست که موضوع امروز عنوانش هست که عشق و فروتنی. ما به خاطر اینکه بتانیم و دیگران عشق بورزیم و دیگران را محبت کنیم، دیگران را دوست داشته باشیم، بدون این عشق ما و این محبت ما، بدون هیچ چشم داشته باشه، ما با یک سرمشق نیاز داریم. و اگر سرمشق اون عشق ورزیدن ما، محبت کردن ما، دوست داشتن ما که دیگران را دوست داریم، و این دوست داشتن ها اگر سرمشقش خود ما باشیم،
آن عشق، آن محبت، آن دوست داشتن میفته و خدمت شما عرض کنم، چون که از خود ما نشأت میگیره، ما دنبال معامله هستیم، پس ما نمیتونیم سرمشق عشق خودمان باشیم، پس ما باید به کسی بنگریم که او از این دنیا نیست، او فراتر از این دنیا هست، پس ما بر اون آینه باید بنگریم که ما را دعوت میکنه با اون عشق بدون چشم داشت، با اون محبت بدون انتظار برگرداندن، با اون دوست داشتن بدون اینی که خدمت شما عرض کنم معامله در کار باشه، ما را به اون دعوت میکنه و ما باید به این بنگریم. و به خاطر اینکه ما بتونیم به این بنگریم، به این عشق، به این محبت حقیقی و این عشق حقیقی و محبت حقیقی در ما باشه، نیاز اصلی این عشق حقیقی فروتنی هست. ما هرچی بیشتر خودمان را فروتن تر کنیم، عشق ما بیشتر میشه، عشق ما شفافتر میشه. ما هرچی که خودمان را فروتن کنیم، میتونیم به دیگران بدون چشم داشت محبت کنیم. ما هرچی که خودمان را فروتن کنیم، دیگران را از خودمون میاد که بهتر پنداریم، نه اینی که خودمان را بهتر از دیگران پنداریم. پولس رسول میفرماید، کلام خدا میفرماید، خدا نمی روح القدس از زبان پولس رسول میفرماید، میگه عشق نفع خود را نمی جوید، عشق نفع خود را نمی جوید. خداوند ما عیسی مسیح شاه جلال تخت جلالش را ول کرد، از آسمان آمد پایین، عزیزان در میان ما مسکن گذید، دنبال منفعت خودش نبود. خداوند ما عیسی مسیح دید که ما در تاریکی ساکن هستیم، ما به نور نیاز داره، ما به نور احتیاج داره، ما هیچ کاری نکرده بودیم، هیچ دلیل برای اینه که خدا در زندگی ما، خدا در راه ما، خدا جلوی پای ما نور بتابانه، به خدا هیچ کاری نکرده بودیم جز این که دشمنی با خدا. چون کلام خدا میفرماید، میگه همه گناه کردن و از جلال خدا کوتاه میاد، پس ما که گناه کردیم بر علیه خدا گناه کردیم. ما که خدمت شما عرض کنیم در این تاریکی قدم میزنیم، چون که نور خدا را رد کردیم، خدا نور هست و ما خدا را رد کردیم، دست رد به سینه خدا زدیم. ولی خدا عیسی مسیح شاه جلال دید که ما به نور نیاز داریم و خدا عیسی مسیح شاه جلال، شاه جلال، جلال خدا وارد خلقت شد، شد یکی از ما تا ما نور داشته باشیم، تا عیسی مسیح اون سرمشق ما باشه که ما به اون بنگریم، مثل او محبت کنیم، ما به او بنگریم همچنان عیسی مسیح فروتن بشیم. ولی ما با خودمون، با قدرت خودمون، با قوت خودمون نمیتونیم مثل عیسی مسیح فروتن بشیم، ما با قوت خودمون، با قدرت خودمون نمیتونیم مثل عیسی مسیح اون عشق خالص و اون محبت خالص و اون دوست داشتن خالص را به جهان عرضه کنیم، مگر اینکه روح قدوس خدا بیاد بر ما قرار بگیره و ما تبدیل شیم به خلقت تازه. وقتی که ما تبدیل میشیم به خلقت تازه، اون وقت ما میتونیم با کمک روح قدوس خدا دیگران را محبت کنیم. چرا؟ چون که بر ما محبت شده، ما میتونیم دیگران را ببخشیم چون خود ما بخشیده شده، ما میتونیم اون وقت از نور صحبت کنیم چون خود ما در نور ساکن هستیم. ولی اینها همه با توسط روح قدوس خدا صورت میگیره. وقتی که روح قدوس خدا میاد بر ما قرار میگیره و ما ایمان میاریم به خداوند عیسی مسیح شاه جلال و اجازه میدیم که خدای ما، خالق آسمان و زمین، میاد پاهای کثیف ما را میشوره، ما را از این کثافت دنیا، از این لجنزار گناه، از این لجنزار خودخواهی، از این لجنزار لگد مال کردن دیگران پای ما را باز میداره و پای ما را میشوره. اون وقت ما میتونیم محبت کنیم. ولی از آن ما گفتیم که عیسی مسیح سرمشق ما هست. ما در این دنیا عزیزان به انسان‌های زیاد می‌نگریم که سرمشق است. به انسان‌های زیاد می‌نگریم، مثلا بازیگرای فیلم هست، سیاست مدارا هست، فیلسوفا هست، هر قشری، هر کسی از هر قشری
برای خودش یک سرمشق داره و دنبال روی اون هست، ولی اونها همه انسان هست. پس ما وقتی که میگیم عیسی مسیح سرمشق ما هست، بیایید عیسی از خداوند ما عیسی مسیح پیروی کنید که او سرمشق زندگی شما باشه، شما چرا؟ و از خودتون باید بپرسید عیسی مسیح چه فرق داره با دیگر ران انسان هایی که سرمشق است؟ پس ما میاد که اینو بررسی کنیم. ما اجازه میدیم که کلام خدا به این سوال عزیزان جواب بده. ما میریم انجیل متی باب 3 از آیه انجیل متی باب 3 رو با هم میخوانیم، اونجایی که خداوند ما عیسی مسیح شاه جلال خالق آسمان و زمین میاد در حضور شخص قرار میگیره که خداوند ما عیسی مسیح خودش در مورد این شخص شهادت داد، گفت از مادر هنوز به شخص به بزرگی این شخص متولد نشده. اما وقتی خداوند ما عیسی مسیح این حرف رو زد، حتی آدم رو هم در بر میگیره. شخصی بود یحیای تعمید دهنده که بزرگتر از تمام انبیا بود، بزرگتر از تمام انبیا بود، خاتم النبیین بود و این اسمش یحیای تعمید دهنده بود. از اون خاتم النبیین، خاتم الانبیا، یحیای تعمید دهنده است نه شخص دیگری. خاتم الانبیین یحیای تعمید دهنده است نه شخص دیگری، یحیای تعمید دهنده، چون خداوند ما عیسی مسیح خودش شهادت داد، گفت یحیای تعمید دهنده پایان تمام انبیا است و خاتم النبیین هست و این بزرگتر از تمام انسان های روی زمین است. از مادر به بزرگتری یحیای تعمید دهنده، به بزرگی یحیای تعمید دهنده کسی زاده نشده. اما کوچکترین در پادشاهی خداوند ما عیسی مسیح، خداوند ما عیسی مسیح فرمود کوچکترین در پادشاهی من از یحیای بزرگتر است. پس یادتون باشه وقتی که این شخص یحیای تعمید دهنده که یک انسان دیگر هست، بزرگترین انسان خداوند ما عیسی مسیح خودش رو معرفی کرد، در حضور خداوند ما عیسی مسیح قرار گرفت، ما میخواییم ببینیم یحیای تعمید دهنده در مورد خداوند ما عیسی مسیح چی میگه. میگه باب 3 انجیل متی باب 3 از آیه 13 میگه این آنگاه عیسی از جلیل بر رود اردن آمد تا از یحیی تعمید گیرد. یحیی تعمید میداد دیگر انسان ها را و آنها را آماده میکرد که وارد ملکوت خدا بشه و توبه کنه از گناهانشون، و این تعمیدی را که اینها میگرفتن نشان این بودن که خودشون را شستن، و این تعمید یعنی این نشان آب که آب اینها رو شستن، همچون که آب شما رو شستن و خیس شدین، وقتی که توبه میکنین شما باید از اون باطلاق گناه بیایید بیرون. این نشانی که آمدین بیرون اینه که شما رفتین در آب، خیس آمدین بالا، زیر آب رفتین و اگه زیر آب میموندین خفه میشدین، ولی آمدین بالا هنوز نشان خیسی آب در شما هست، اینه که شما توبه کردین و از آب آمدین بالا، زیر آب نموندین که خفه بشین. پس نشان اینه که در زندگی جدید قدم بزنید با نفس جدید، با حیات جدید، اینه که توبه شما ثمر بیاره. پس این یحیای تعمید دهنده قوم را برای حیات جدید که خود خدا را باید دریافت کنه برای اون آماده میکرد، و این یحیای تعمید دهنده لایق این کار بود که دیگر انسانها را دعوت کنه، ولی وقتی که در حضور خداوند عیسی مسیح قرار گرفت ای چی گفت؟ میگه ولی یحیای کوشید عیسی مسیح را باز دارد و به او گفت منم که باید از تو تعمید بگیرم و حال تو نزد من می آیی. وقتی که یحیای تعمید دهنده خداوند ما عیسی مسیح را دید، چیزی ندید در عیسی مسیح جز قدوسیت. وقتی که یحیای تعمید دهنده خداوند ما عیسی مسیح را دید در عیسی مسیح، یحیای تعمید دهنده چیزی ندید جز نور. وقتی که خداوند ما عیسی مسیح را دید، یحیای تعمید دهنده چیزی ندید جز عشق خالص. و یحیای تعمید دهنده گفت من میخواهم از اینها پر شوم و تو مرا تعمید بدی تا من با قدوسیت تو تقدیس شوم، تا من با عشق خالص تو مسح بشم، تا من در نور تو ساکن بشم. نه اینه که من تو رو نور هستی، تو عشق خالص و پاک هستی، تو رو تعمیدم، تو نیاز به توبه نداری، من نیاز به توبه دارم. الان که تو رو دیدم و خودم را با تو مقایسه کردم، خودم را در این آینه الهی دیدم، چقدر ناتوانم. و اینجا خداوند ما عیسی مسیح به یحیای تعمید دهنده گفت، اینطوری گفت، گفت که عیسی در پاسخ یحیای تعمید دهنده گفت بگذار اکنون چنین شود، زیرا شایسته است که ما پارسایی را به کمال تحقق بخشیم. پس یحیای رضایت داد و خداوند ما عیسی مسیح شاه جلال عزیزان و یحیای گفت
درست هست، تمام چیزهایی را که تو میگی درست هست، ولی الان اجازه بده که اینطوری بشه که ما پارسایی را به کمال تحقق بخشه. ما آمد عیسی مسیح گفت، من خداوند عیسی مسیح گفت من آمدم پارسایی را به عمل بیارم، و پارسایی از همین راهه که من تو منو دیدی که تو مرا دیدی که من چه قدوسم، ولی تو باید دست تو در دست من قرار بدی تا قدوسیت من تو را تقدیس کنه. و این از این روح هست که خدمت شما عرض کردم یحیای تعمید دهنده، تو باید منو تعمید، وقتی که تو مرا تعمید دادی این به این معناست که من به تو اجازه دادم که دست تو به قدوسیت من بخوره و تو تقدیس بشی، تو تقدیس بشی. وقتی که ما در حضور خدا وای میستیم ما عزیزان تقدیس میشیم، و یحیای تعمید دهنده در حضور خدا قرار داشت عزیزان اینجا. پس ما میبینیم که یحیای تعمید دهنده خودش که شخص پارسا هست، در حضور خدا نمایشه مسیح وقتی که قرار میگیره خودش را یک شخص ناچیز میپنداره، یک شخصی که نیاز به قدوسیت عیسی داره. و اینجا هست که از خدا نمایشه مسیح تقاضا میکنه که او عیسی مسیح یحیی را تعمید بده، و او عیسی مسیح سرمشق یحیی تعمید دهنده قرار بگیره. پس ما چرا باید عیسی مسیح را ازش پیروی کنیم و چرا او را سرمشق خودمون قرار بدیم؟ چون از اون بزرگ مردان این دنیا، تمام عزیزان، تمام کسان، تمام پیامبران از او پیروی کردن. اون این یک انسان عادی نیست. اما در جای دیگر میبینیم که شخص دیگری در حضور خدا وقتی که قرار گرفت، وقتی که شخص دیگری خودش را در این آینه الهی دید چی کار کرد؟ و این شخص کسی نیست جز پتروس. مشکل ما اینه که وقتی میخواییم عشق بورزیم، محبت کنیم، محبت خودمون را با همسایه خودمون مقایسه میکنیم، عشق خودمون را با همسایه خودمون مقایسه میکنیم، خودمون را در آینه همسایه خودمون میبینیم. ولی ما آفریده نشدیم که خودمون را در آینه همسایه خودمون ببینیم، ما آفریده شدیم که خودمون را در آینه خدا ببینیم. و آینه خدا هم خداوند ما عیسی مسیح است، و خداوند ما عیسی مسیح آمد پایین که ما خودمون را بتونیم در این آینه ببینیم. وقتی که در این آینه میبینیم اینجا هست که ما خودمون را میتونیم حقیقتاً اونطوره که هستیم ببینیم و تصور کنیم. آمین. تصور نه، یعنی ببینیم. بس پتروس شب تا صبح داشت با دیگر عزیزان، دیگر رسولان، شب تا صبح داشت چیز میکرد، ماهی میگرفت توی دریا بود. پتروس ماهی گیر بود، ولی شب تا صبح هیچ ماهی نگرفت. ولی وقتی خدا عیسی مسیح آمد به پتروس گفت پتروس این تور را بیندست اون سمت قایق، یا قایق را ببر به آبهای عمیق تور را بیندست. وقتی که پتروس این کار را کرد، پتروس ماهی بسیار زیادی گرفت. وقتی که پتروس ماهی بسیار زیادی گرفت، پتروس خودش را در آینه الهی، در آینه خدا دید. پتروس زانو زد در حضور خداوند عیسی مسیح، گفت ای خدا دور شو از من، چون که من شخصی گناهکار هستم، چون که من شخصی گناهکار هستم. چرا پتروس این کار را کرد؟ از اون چون پتروس وقتی که تا الان پتروس بهترین شخص بود، سرگروه تمام این عزیزان ماهیگیر بود. پتروس وقتی که میرفت بیرون تمام این عزیزان دنبالش میامد، پتروس به اینا دستور میداد. ولی وقتی خداوند عیسی مسیح آمد به پتروس دستور داد، و پتروس دستور خداوند عیسی مسیح را اجرا کرد و تور را انداخت اون بس آبهای عمیق و ماهی زیاده گرفت، اینجا پتروس فهمید که دریا و ماهی هر آنچه که هست صدای این عیسی را میشنوه، از عیسی اطاعت میکنه. مهم نیست تو چقدر ماهیگیر ماهیر باشه، مهم نیست چند شبانه روز شما به دریا زدید، به دریا هستی، مهم نیست قایق چی هست، با کی داره ماهی میگیره، مهم اینه که عیسی مسیح به تو دستور بده و او سرمشق تو باشه. وقتی که پتروس خودش را در این آینه ای الهی میبینه، در حضور خداوند عیسی مسیح زانو میزنه، میگه از من دور شو. چرا میگه از من دور شو؟ چون که میگه من شخص گناهکار هستم. وقتی که پتروس خودش را در این آینه میبینه، گناه خودش را میبینه، غرور خودش را میبینه، بی محبتی خودش را میبینه، میبینه که چقدر شکسته است، چقدر خورد است، چقدر پوری زخم هست. و اینجا میگه من لایق نیستم در حضور تو وایستم، من شخص گناهکارم، از من دور شو خداوندا. و اینجا خداوند عیسی مسیح به پتروس جوابی را که میده
جالب است چون خداوند عیسی مسیح نیامده که از ما دور شونه. او ما گفتیم که عیسی مسیح دید که ما در تاریکی ساکن هستیم. خداوند عیسی مسیح دید که ما روی این آبها میخوایم روی این آبها هستیم و میخوایم ماهی بگیریم و هیچ چیزی نصیب ما نمیشه چون که خالق آسمان و زمین با ما نیست. و خداوند عیسی مسیح آمد و پتروس وقتی که اینجا خداوند عیسی مسیح را دید و این حرف را زد، خداوند عیسی مسیح گفت پتروس نترس، گناهکار هستی، تو خودت را در این آینه الهی که من هستم تو خودت را با من مقایسه کردی، خودت را گناهکار یافتی، ولی نگران نباش، من نیامدم که از شما دور شوم، من آمدم تا شما را بلند کنم. گفت بلند شو، بعد از این تو صیاد جانها خواهی شد، بعد از این انسان را صید خواهی کرد. انسان را برای چی؟ در کجا صید میکنه؟ انسان را برای پادشاهی خدا صید میکنه. خداوند عیسی مسیح گفت تو فهمیدی که گناهکار هستی، تو فهمیدی که خودت را در این آینه دیدی که من اون آینه الهی هستم، تو در نور من دیدی، تو از این تاریکی آمدی بیرون، خودت را در نور من یافتی، تو فهمیدی که چقدر ناتوانی، پس برو همین کار را اعلام کن با کسانی که خودشان را کوتاه میدونن، با کسانی که نیاز به نور داره، این نور را اعلام کن، بگو من نور را دیدم، ولی نور مرا از خودش کنار نزد، بلکه مرا در آغوش گرفت. پس برو از این طریق جانها را سید کن و بیار این عزیزانی که در تاریکی است بشارت نور را بده. و پتروس مبشر کلام خدا شد عزیزان. پس ما تا اینجا اینا بررسی کردیم و آمدیم الان عزیزان، ما میخواییم الان ما فهمیدیم که عیسی مسیح اون انسان هست که با انسانها صحبت میکنه، با انسانها حرف میزنه و انسانها خودشون را در این آینه الهی، در این آینه میبینه. ولی یک ذره میخواییم از بعد الهیش هم خداوند عیسی مسیح را بررسی کنیم که برای شما میخواییم ثابت کنیم که خداوند عیسی مسیح از هر لحاظ سرمشق ما میتونه باشه. چرا؟ چون که او تنها یک انسان نیست عزیزان. اگر او تنها یک انسان باشه، انسان‌های زیادی در این دنیا هست که میتونه سرمشق ما باشه، ولی همین انسان‌های دیگه گناهکارای مثل خود ماست، دنبال فرصت هست تا ما را عزیزان، تا ما را پایین ببره، تا ما را له کنه. ولی ما به کسی نیاز داریم که از این باطلاق نباشه، از بالا باشه. پس ما میگیم به بعد الهیش هم نگاه میکنیم ببینیم که کی هست عیسی مسیح، کی هست، و ثابت میسازیم که عیسی مسیح لایق هست که سرمشق ما باشه و ما را دعوت کرده و ما را سرخط داده و او ما را دعوت کرده که ما از او پیروی کنیم. میگه انجیل یوحنا 1:1 میگه در آغاز کلام بود و کلام با خدا بود، کلام خدا بود، همان در آغاز با خدا بود، همه چیز به واسطه او پدید آمد و از هر آنچه پدید آمد هیچ چیزی بدون او پدیدار نگشت. میگه در عیسی مسیح حیات بود و آن حیات نور آدمیان بود، این نور در تاریکی میدرخشید و تاریکی آن را در نیافت. از آن نگاه کنید، ما در تاریکی بودیم. خداوند عیسی مسیح اون خدایی هست که جهان را آفرید، خداوند عیسی مسیح اون خدایی هست که خلقت را آفرید، خدای ما اون خدایی هست که درش حیات هست. ما اگر حیات میخواییم نزد خدا بیاییم، ما اگر میخواییم در نور ساکن باشیم و خودمون را ببینیم که عشق ما چطوری هست، عشق که میورزیم، محبتی که میکنیم، دوست داشتن را که کسی را که دوست داریم بخواییم ببینیم، در تاریکی نمیتونیم اینها را ببینیم، باید بیان در نور ساکن بشیم. اجازه بدیم همچنان که نور خداوند عیسی مسیح بر پتروس تابید، بر یحیای تعمید دهنده تابید، بر ما هم بتابه. و این نور کی هست؟ عیسی مسیح است. ما در نور عیسی مسیح باید قرار بگیریم که او نور خدا هست، او خودش خدا هست. میگه این نور در تاریکی میدرخشید اما تاریکی اون را در نیافت، تاریکی اون را در نیافت، ولی ما باید او را در بیابیم و او را بپذیریم. میگه بعد میگه آیده او در عیسی مسیح در جهان بود و جهان به واسطه عیسی مسیح پدید آمد اما جهان عیسی مسیح را نشناخت. خداوند عیسی مسیح وقتی که در اسرائیل قدم زد 2000 سال پیش، چون که خدا در جسم انسان آمد، چون که خدای ما انسان شد تا در جسم انسان انسان را کمک کنه، تا در جسم انسان سرمشق انسان باشه. خداوند عیسی مسیح انسان شد، در میان ما متولد شد، در میان ما مسکن گذاشت که در جسم انسان، در مقام انسان، سرمشق انسان باشه و کاپیتان
نجات انسان ها باشه و سرمشق و سرچشمه محبت برای انسان ها باشه، که ما به عیسی مسیح بینگریم، اون وقت محبتی را که میکنیم، عشق را که میورزیم و دوست داشتنی را که داریم به عیسی مسیح بینگریم که این عیسی مسیح چطوری محبت کرد، ما اون گونه محبت کنیم. و این خدا در جسم انسان که بود آمد، خیلی ها گفتن نه این نمیتونه خدا باشه چون که یک انسانه، ولی ما باید به این توجه داشته باشیم که ما انسان ها برای سرمشق و انسان نیاز داریم، برای همینه که خدا انسان شد تا سرمشق ما باشه. عزیزان بیایید سرمشق داشته باشید که سرمشقتون خداوندمون عیسی مسیح شاهد جلال خالق آسمان و زمین هست. بیایید که چه سرمشق داریم، خدایی که ما رو آفرید، خدایی که ما به ما نفس حیات داد، خدایی که به ما چشم داد تا رنگ رو ببینیم، خدایی که به ما حنجره داد تا صحبت کنیم، خدایی که به ما زبان داد، گوش داد تا صوت ها رو بشنویم، خدایی که به ما پا داد تا راه بریم، خدایی که به ما قدرت این داده که ما غذا بخوریم، قدرت تمام غذاها را آفریده و تمام خلقت را به این زیبایی آفریده. این خدا خودش آمد سرمشق ما در جسم انسان شد. بیاید اجازه بدید خدا نمیسا یه مسیح سرمشق شما باشه. هللویا. میگه او به ملک خیش آمد ولی قوم خودش او را نپذیرفتند، اما به همه کسانی که او را عیسی مسیح را پذیرفتند این حق را داد که فرزندان خدا شوند، یعنی و هر کسی که به نام عیسی مسیح ایمان آوردند. ما چطوری میتونیم در نور ساکن باشیم؟ ما چطوری میتونیم فرزند خدا باشیم؟ ما چطوری میتونیم از خدا متولد شیم؟ با ایمان آوردن به خداوندمون عیسی مسیح هست از آن که این چیزها نصیب ما میشه. پس این فرصت برای شما هست امروز که به خداوند عیسی مسیح ایمان بیاره تا فرزند خدا شه، تا در نور خدا ساکن شه. ما در این جهان تاریک هستیم عزیزان، حتی ذهن های ما توسط شیطان تاریک شده و ذهن های ما پر از دود سیگار شده، هیچ چیزی تویش نمیبینیم، غبار هست، ولی که نور خود وقتی که نور خداوند عیسی مسیح در قلب ما، در راه ما، در طریق ما میتابه، آن وقت تمام این دودها از بین میره، تمام این غبار ها میره کنار و ما چشم ما به جمال خداوندمون عیسی مسیح شاه جلال روشن میشه. و چه افتخاری هست وقتی که ما ایمان میاریم به نام عیسی مسیح، از خدا متولد میشیم. چطوری از خدا متولد میشیم؟ کلام خدا میاد در ما، در قلب ما ساکن میشه و ما میشیم فرزند خدا. وقتی که ما فرزند خدا میشیم، در مقام فرزندی خدا عیسی مسیح که خدای ما هست، خدای ما هست، او میشه سرمشق ما. عزیزان ما به این سرمشق نیاز داریم، ولی ما برای که میتونیم خدا سرمشق ما باشه در جسم انسان، چون که ما انسان هستیم، خدا انسان شد تا سرمشق ما باشه، همونطوری خدا ما رو دعوت کرده تا که با این خدا ما رو دعوت کرده که از خدا متولد شنیم در مقام انسان، ولی تولد شدن از در تولد یافتن از خدا، خدا سرمشق ما باشه. اگر ما از خدا متولد نشیم، خدا سرمشق ما نمیشه عزیزان. پس بیاید ایمان بیارید به خدا عیسی مسیح که ما که انسان هستیم، که خدا انسان شد در جسم انسانی سرمشق ما شد، و ما وقتی که ایمان میاریم به خداوندمون عیسی مسیح از روح خدا متولد میشیم، در انسان فرزند خدا میشیم، در همین ما انسان ها فرزندان خدا میشیم و خدا میشه سرمشق ما. میگه آنانی که نه با تولد بشری، نه از خواهش تن و نه از خواست یک مرد، بلکه از خدا تولد یافتند. میگه و کلام انسان شد و در میان ما مسکن گزید، ما بر جلال اون نگریستیم، جلال شایسته اون پسر یگانه که از جانب پدر آمد، پر از فیض و راستی. خیلی های شما با امروز شاید بپرسین چطوری، چرا خدا این چیزها را برای ما پیشکش کرده؟ چرا خدا اصلا میخواد سرمشق ما باشه برای عشق ورزیدن، برای محبت کردن، برای دوست داشتن، برای نیکو کردن، برای بخشیدن، برای مهمان نوازی کردن؟ چرا خدا میخواد سرمشق ما باشه؟ از اینجا جواب سوالتون اینجاست. میگه ما بر جلال اون نگریستیم، جلال شایسته اون پسر یگانه که از جانب پدر آمد، پر از فیض و راستی. خدای ما خدای فیاض هست،
پر از فیض و حقیقت، و این فیض حقیقی خدا را ما در عیسی مسیح دیدیم که خدا هست، خدای ما فیاض است. تمام این چیزها در عیسی مسیح فیض خدا برای ما پیشکش شده. پس خدا میخواد در فیض خودش سرمشق ما باشه، ولی این سرمشق و این فیض و این محبت بی ریا در صلیب جلجتا پیشکش شده به ما، و خرجش فقط یک ایمان هست و توبه از گناهان و دست برداشتن از تلاش های انسانی و دست برداشتن از جنگیدن با خدا. و ایمان بیارید به خدا عیسی مسیح تا فیض خدا شامل حال شما بشه و شما عزیزان بشید فرزند خدا و شما محبت بی ریای خدا در شما ساکن بشه و شما اون وقت محبت کنید. آمین. اما الان برمیگردیم داستانی را که خواندیم، کلام خدا را که از فصل باب انجیل باب 13 انجیل یوحنا خواندیم، اون را بررسی میکنیم. پس ما فهمیدیم که عیسی مسیح وقتی که ما را دعوت میکنه که سرمشق ما باشه، او خدا هست، خدا در جسم انسان است. پس ما با او مینگریم که او انسان هست، در مقام انسانی او میتونه سرمشق ما باشه، یعنی ما میتونیم او را سرمشق خودمون قرار بدیم، چون که ما انسان هستیم، او خدا انسان شد. ولی همین در مقام انسانی ما نمیتونیم مثل او رفتار کنیم، مثل خداوندمون عیسی مسیح محبت بی ریا داشته باشیم. پس برای این هست که ما باید ایمان بیاریم، بینگریم به خداوندمون عیسی مسیح. ولی ایمان بیاریم به خداوندمون عیسی مسیح، وقتی که ایمان آوردیم به خداوندمون عیسی مسیح، روح قدوس خدا میاد در ما ساکن میشه و ما تولد دوباره متولد میشیم از خداوندمون عیسی مسیح، متولد میشیم از خدا و روح قدوس خدا در ما ساکن میشه. وقتی روح قدوس خدا در ما ساکن شد، اینجاست که ما از خدا متولد میشیم. با کمک روح قدوس خدا اون وقت ما میتونیم مثل خداوندمون عیسی مسیح محبت بی ریا داشته باشیم، چون که این محبت بی ریا از ما نیست، بلکه به ایمان آوردیم به خداوندمون عیسی مسیح، در خانواده خدا متولد شدیم. وقتی که در خانواده خدا متولد شدیم، این طبیعت بی ریای خدا بر ما داده شد و ما این طبیعت و عشق بی ریای خدا را به دیگران هدیه میدیم، و این فقط در خداوندمون عیسی مسیح. ولی باید ما از خداوندمون عیسی مسیح اطاعت کنیم و او را سرمشق خودمون قرار بدیم. پس ما فهمیدیم که او خدا هست و انسان، خدا انسان شد، پس او سرمشق ما میتونه باشه و ما باید او رو سرمشق خودمون قرار بدیم. میگه اما در این داستان میگه پیش از عید پسخ عیسی آگاه از این که ساعت او رسیده است تا از این جهان نزد پدر برود. اینجا هم میگه نگاه کنید، خداوندمون عیسی مسیح کسی نیست که یک انسان باشه. میگه ساعت او فرا رسیده است که از این جهان نزد پدر برود. خداوند عیسی مسیح در این جهان اول میخواد نزد پدر بره، نزد پدر رو. ساعت رفتن نزد پدر برای عیسی مسیح آمده است. پس اینجاست که خداوند عیسی مسیح کار میکنه وقتی که ساعتش رسیده. میگه کسانی خود را که در این جهان دوست میداشت تا به حد کمال محبت کرد. اینجا میگه خداوند عیسی مسیح که خدا هست، از نزد خدا آمد، کلام خدا که انسان شد و با ما تولد دوباره را داد و میخواست برگرده به نزد پدر در اون مقام. اینجا میگه که کسانی خود را اینا کی هستن؟ کسانی که به نام خداوندمون عیسی مسیح ایمان آوردن. میگه کسانی خود را که دوست میداشت به حد کمال، تا به حد کمال محبت کرد. و ما اینو بخوایم بررسی کنیم که چطوری محبت کرد و ما را دعوت کرده به این. میگه هنگام شام بود، ابلیس بیشتر در دل یهودای اسخریوتی پسر شمعون نهاده بود که عیسی را تسلیم دشمن کند. خداوند عیسی مسیح میدونست که یهودای اسخریوتی اونجا هست، دنبال فرصتی هست که خداوند عیسی مسیح را تسلیم دشمن کند. ولی خداوند عیسی مسیح حتی به این دشمنش، به یهودای اسخریوتی هم محبت کرد. محبت خودش را از او دریغ نداشت، با اینکه میدونست یهودای اسخریوتی خداوند عیسی مسیح تسلیم دشمن مونه، با اینکه میدونست که شیطان در دل یهودای اسخریوتی گذاشته، ولی تمام این چیزها
دانستن تمام این چیزها، خدا قادر مطلق است، خداوند ما عیسی مسیح، تمام این چیزها باعث این نشد که خداوند ما عیسی مسیح محبت خودش را، عشق خودش را از یهودای اسقریوطی دریغ کنه. خداوند ما عیسی مسیح به یهودای اسقریوطی محبت کرد. یهودای اسقریوطی بین کسان آمده که میگه خداوند من عیسی مسیح کسان خود را که دوست می‌داشت، خداوند ما عیسی مسیح یهودای اسقریوطی را دوست داشت. در مورد یهودای اسقریوطی میگه که کسان خود را که دوست داشت تا به حد کمال محبت کرد، تا به حد کمال خداوند ما عیسی مسیح یهودای اسقریوطی را محبت کرد. میگه که عیسی که میدانست پدر همه چیز را به دست او سپرده است و از نزد خدا آمده و به نزد خدا میرود. عیسی مسیح خداست، از نزد خدا آمد و نزد خدا میره. پس ما نگاه کنید، میخواییم بالا بریم، برای بالا رفتن از به کسی نیاز داریم که از بالا آمده ما را ببره بالا. ما نمیتونیم از این پایین دستمون را دراز کنیم، دستمون نمیرسه. پس دستمون را در دست خداوند عیسی مسیح شاه جلال باید بدیم که او ما را بالا بره. میگه از شام برخاست و ردا از تن بدر آورد و حوله برگرفته بر کمر بست. سپس آب در لگن ریخت و شروع کرد به شستن پاها و خشک کردن آنها، شستن پاهای شاگردانش و خوش کردن اونها با حوله‌ای که به کمر داشت. ما می‌بینیم که خداوند ما عیسی مسیح شاه جلال اینجا از سفره، از اون شام بلند میشه، ردا از تن به در میاره و حوله‌ای که میگیره و آب در لگن میریزه و پاهای چکچکی، یعنی ترک خورده شاگردان را، و پاهای مثلا پاهای پرگیل و کثیف شاگردان را شروع میکنه به شستن اینها. ولی یهودای اسقریوطی هم بین همین شاگردان هست. خداوند ما عیسی مسیح زمان این کار را میکنه که تمام شاگردان شام آخر را خورده، شام را خورده و شاگردان، لوقا فصل 22 برای ما اینطور شهادت میده که خداوند ما عیسی مسیح در چه متن این کار را کرد. خیلی مهمه که ما بدانیم که عیسی مسیح شاه جلال در چه متن این کار را کرد. شروع کرد به شستن پاهای شاگردان. میگه که فصل 22 آیه 24 میگه نیز جدال میانشان، اینم در وقتی هست که شاگردان شام آخر را خوردن، میگه نیز جدال میانشان در گرفت در این باره که کدام یک از ایشان بزرگتر است. پس همه شام خوردن و خداوند ما عیسی مسیح شاه جلال اینجا میبینه که شاگردان وقتی که شام خوردن شکمهاشون پر شدن، الان استراحت کردن، در این استراحت، در این شکم پر الان نشستن، شاگردان بین خودشون جدال دارن، بحث میکنن که کدوم یکشان بزرگتر است در پادشاهی. وقت خداوند ما عیسی مسیح این را میبینه از سفره بلند میشه، آب در لگن میریزه و شروع میکنه به شستن پاهای شاگردانش. نگاه کنید، خداوند ما عیسی مسیح این آتش بزرگ بودن را، این آتش رسیدن به قدرت را خداوند ما عیسی مسیح چطوری خاموش میکنه؟ آیا میگه تو بزرگی؟ نه، تو بزرگی اینطوری نمیگه، بلکه خداوند ما عیسی مسیح بلند میشه، خودش سرمشق به اینها میده که وقتی که این شاگردان به خداوند ما عیسی مسیح نگاه میکنه، با نگاه کردن متوجه میشه که بزرگی در پادشاهی خدا یعنی چه، عشق در پادشاهی خدا یعنی چه، فروتنی در پادشاهی خدا یعنی چی. عزیزان، پس شاگردان را ما دیدیم که دنبال این بودن که بفهمن که کدومشون بزرگتر هست. پس خداوند ما عیسی مسیح بلند شد، آب در لگن ریخت، نه تنها شروع کرد به شستن پاهای شاگردان، بلکه خداوند ما عیسی مسیح پاهای اینها را خشک هم کرد. با این چی درس خداوند ما عیسی مسیح میده؟ بعدش خداوند ما عیسی مسیح از عزیزان پرسان میکنه، میگه شما که مرا سرور و استاد خود میخواند، چونین نیز هستم، من که سرور و استاد شما هستم، پاهای شما را شستم، شما هم پاهای همدیگر را بشویید. از همین محبت شما جهان خواهد دانست که شاگردان من هستید. عزیزان، ما چطوری، چرا باید عیسی مسیح سرمشق ما باشه؟ چون خداوند ما عیسی مسیح خدای محبت است. محبت کردن را این گونه به ما آموزش داد، محبت کردن را این گونه به ما یاد داد که ما اینطوری باید همدیگر را محبت کنیم. ولی حرف دیگری که اینجا پتروس میزنه، میگه چون رسید به شمعون پتروس، او خداوند ما عیسی مسیح را گفت سرور من. نگاه کنید، پتروس میگه سرور من،
سرور من آیا تو میخواهی پای مرا بشویی؟ میگه سرور من آیا تو میخواهی پای مرا بشویی؟ خداوند عیسی مسیح اینجا میگه عیسی پاسخ داد اکنون از درک آنچه میکنم ناتوانی اما بعد خواهی فهمید. خداوند عیسی مسیح میگه اکنون از درک آنچه میکنم ناتوانی اما بعد خواهی فهمید. بعد خواهی فهمید کی عزیزان؟ کی خداوند عیسی مسیح شاه جلال از اینجا قرار بر روی صلیب. وقتی که اینجا میگه کسان خود را که دوستشان میداشت تا به حد کمال محبت کرد، این حد کمال اینجا به شستن پاها ختم نشد. خداوند عیسی مسیح رفت روی صلیب، خودش را قربانی این کسان خودش کرد. خداوند عیسی مسیح اون بره پسخ، اون بره بود که باید قربانی میشد. خداوند عیسی مسیح خودش را قربانی اینها کرد. ولی خداوند عیسی مسیح قبل از رفتنش روی صلیب سرمشق برای عزیزان داد که پاهایشان را شست و اینها را دعوت کرد که پای همدیگر را بوشه، یعنی ما را دعوت کرد. پس میگه عیسی پاسخ داد تا تو را نشویم سهمی با من نخواهی داشت. وقتی خداوند عیسی مسیح به پتروس میگه اگر من پای تو را نشویم تو سهمی در من نداری، یعنی چی؟ یعنی که اگر تو تسلیم من نشی، من میخواهم تو را خدمت کنم، من میخواهم تو را محبت کنم، من میخواهم به تو عشق بورزم، من میخواهم تو را دوست داشته باشم. اما اگر تو تسلیم عشق من نشونی، اگر تو تسلیم محبت من نشونی، اگر تو تسلیم دوست داشتن من نشی، اگر تو اجازه ندی من تو را محبت کنم، اگر تو اجازه ندی من تو را نجات بدم، اگر تو اجازه ندی نور من در زندگی تو بتابه، تو سهمی در من نداری. پس اینجا ما درس میگیریم از آن که خداوند عیسی مسیح شاه جلال ما را هم دعوت میکنه که ما در نور او ساکن باشیم و ما اجازه بدیم که خداوندمون عیسی مسیح نورش بر ما بتابه. ما اجازه بدیم که خداوندمون عیسی مسیح ما را محبت کنه، زیرا خدا جهان را اینقدر محبت کرد که تنها پسر یگانه خود را فرستاد تا هر کی به او ایمان آورد تلف نشود بلکه حیات جاودان یابد. اما این حیات جاودان برای ما عمل نمی کنه اگر ما اجازه ندیم. اجازه وقتی که ما اجازه نمیدیم که خدا ما را محبت کنه، یعنی که عشق خدا را رد کردیم. خدا میخواد به ما عشق بورزه. وقتی که ما دست رد به سینه خدا میزنیم، این به هیچ به این معناست که ما را رد کردیم. با اجازه ندادنی خدا که ما را محبت کنه ما خدا را رد میکنه. پس وقتی که خداوند عیسی مسیح این جواب رو به پتروس میده، میگه پتروس اگر من اجازه ندی که من پای تو رو بشورم، اگر تو اجازه ندی که من تو رو نجات بدم، تو در این باطلاق گناه میمانی، تو در این زغول و زنجیر میمانی، اون وقت تو هیچ سهمی در من نداری، سهمی در من نداری. پس وقتی که پتروس این جواب خداوند عیسی مسیح میشنوه، پتروس قبلش گفت تو هرگز، یعنی هیچ وقت، نه در گذشته، نه در آینده، نه در حال، هیچ وقت هرگز پای مرا نخواهی شست. ولی وقتی خداوند عیسی مسیح او از پتروس را از حالش آگاه کرد، از که باید محبت خدا را بپذیره، باید فیض خدا را بپذیره، باید در صلیب خداوند عیسی مسیح قرار بگیره، پتروس گفت خداوندم. پتروس پاسخ داد، میگه پس شمعون پتروس گفت سرور من نه تنها پاهایم بلکه دستها و سرم را نیز بشوی. نه تنها پاهایم بلکه دستها و سرم را نیز بشوی. پس پتروس وقتی که این را فهمید که اگر من اجازه ندم که نور خدا در زندگی من بتابه، اگر من محبت و نجات خدا را رد کنم، من تلف میشم، هیچ سهمی در نجات خدا نخواهم داشت. و اینجا پتروس میگه نه، اگر اینطوری هست خداوندم، اگر اینطوری هست تو بیا من اصلا من را هست همین الان یک حمام دلجی کن، من فرزندی تو هستم، من به تو ایمان آوردم، من متولد شدم، من اون فرزند، من اون کودک تازه متولد شده در دستان توی خالق آسمان و زمین، تو بیا من را سر و پا بشور، سر و پا تو من را بشوی، تو من را اصلا سر و پا بشوی، پاک کن من. و اینجاست خداوند عیسی مسیح شاه جلال میگه عیسی پاسخ داد آن که استحمام کرده سر و پا پاکیزه است و به شستن نیاز ندارد مگر پاهایش، بار شما پاکت اما نه همه. خداوند عیسی مسیح پاسخ پتروس رو داد، گفت پتروس شما کلام من را شنیدین، یعنی
اونی که استحمام کرده. وقتی که ما ایمان میاریم به خداوند ما عیسی مسیح، کلام خدا را میشنویم، بشارت خدا را دریافت میکنیم، توسط کلام خدا ما شسته میشیم و فکر ما پاک میشه و ما خدمت شما عرض کنیم تقدیس میشیم، توسط کلام خدا شسته میشیم و در اون صورت ما فقط نیاز داریم که اجازه بدیم خدا پای ما را بشوره. وقتی خدا پای ما را میشوره، ما با پایمون وارد قدم میزنیم، با قدم زدن با پاهایمون وارد ملکوت خدا میشیم و وقتی که با پا ایمان وارد ملکوت خدا میشیم، پایمون باید صاف، باید تمیز باشه و این پا را اگه خودمون بشوییم، این پا حق اگه پای خودمون را خودمون بشوییم، حق وارد شدن در ملکوت خدا را نداره این پا. پس اگر ما میخواییم این پای ما حق وارد شدن در ملکوت خدا را داشته باشه، پایمون را باید بدیم، پاهایمون را خداوندمون عیسی مسیح بشوره عزیزان. پس وقتی که پای ما را خداوندمون عیسی مسیح میشوره، ما در ملکوت خدا با همین پاها قدم میزنیم، وارد میشیم و امروز اون روزی هست که عزیزان شما پاهای خودتون را در دستان خداوند عیسی مسیح شاه جلال قرار بدین، اجازه بدین که عیسی مسیح خالق آسمان زمین پای شما را بشوره و شما هم عزیزان پاهای دیگران را بشورید با آب کلام خدا و خداوندمون عیسی مسیح سرمشق شما باشه و خداوندمون عیسی مسیح شاه جلال اون خدایی هست که نور و نجاتش در زندگی شما میخواد بتابه. ولی شما باید عزیزان، ولی شما باید اجازه بدین که پای شما را خداوندمون عیسی مسیح بشوره. چطوری پای شما را میشوره؟ با ایمان آوردن. ایمان میارید به خداوندمون عیسی مسیح شاه جلال. وقتی که ایمان میارید به خداوندمون عیسی مسیح شاه جلال، یعنی که پایش خودتان را دادید، خداوندمون عیسی مسیح پای شما را شست و شما با همون پا با ایمان آوردن به خداوندمون عیسی مسیح وارد ملکوت خدا خواهید شد. پس بیایید امروز روزی واری ورود شدن به ملکوت خداوندمون عیسی مسیح شاه جلال است. خداوندمون عیسی مسیح میخواهد پای شما را بشوره و این خدایی که خودش را فروتن کرد آمد پای ما را شست و میخواهد پای شما را بشوره. ایمان بیارید به خداوندمون عیسی مسیح شاه جلال، چون امروز روز نجات است. دوستتون دارم عزیزان. وقت ما داره به پایان میرسه. خداوندمون عیسی مسیح شاه جلال با شما باشه. خداوند در ملکوتش شما را وارد کنه. دوستتون دارم. خدا نگهدار.